همزمان با آغاز دهه محرم و سوگواری سرور و سالار شهیدان، شهر مقدس کربلا حال و هوای وصف ناشدنی دارد و زائران و مجاوران با راه‌اندازی موکب‌ها و دستجات عزاداری این روزها و شبها را گرامی می‌دارند. به گزارش تصویری که همکارانم در این زمینه تهیه نمودند توجه فرمایید. در شهر کربلا هست و حال هوای عزاداری رو در شهر کربلا میبینید و دسته های عزاداری در پشت سر من قرار داره از جز قدیمی ترین دسته هایی است که در این شهر برقرار میشود. کدوم شهر بزاره شهر کربلا شدی؟ من از مشهد مقدس اومدم. عرضم به حضورتون که اومدم تهران. من هر ساله میام چون واقعا چیزی که اینجا میبینم هیچ جای دنیا نمیبینم و خدا رو شکر که آقا همیشه میطلبه، هر سال میام، اما خب خدا نکنه که یک سال نطلبه. واقعا دوریش خیلی سخته و دل کندنم که دیگه واقعا سخت‌تر از همش. یعنی چیزی که من اینجا میبینم، حاجتی که من اینجا گرفتم نمیتونم بگم، یعنی غیر قابل وصفه. اما خب چیزی که واقعا اینجا من تو وجود این کربلا میبینم و شاید پدر و مادرم بهم نداد واقعیتش، اما خب خدا رو شکر میکنم و از پدر و مادرم ممنونم که منو شیعه امیرالمومنین متولد کردم. عرضم به حضورتون که انشالله که نصیب همه اونا باشه. من خودم پارسال 2 تا زیارت اولیه بردم. عرضم به حضورتون که حالا شرایط اقتصادی هم هست، اما من خودم شخصا میگم شده قرض بکنن اما بیان، شده برای یک بار، مطمئن باشین یک بار که بیان یه سالهای بعد دوست دارم بیان. من خودم سال اول بابام میگفت بری، مطمئن باش دیگه تو همین راه میری و آرزوی دیرینم هم اینه که انقدر این مسیر رو برم بیام که اگه روزی هم بخوام بمیرم تا همین راه بمیرم. سلام، خسته نباشید. محمد رضا محمدی هستم، از آمل اومدیم در خدمت شما هست. چه مدت به این شهر سفر کردید و هدفت از این سفر چی بوده؟ ما دیگه توفیقی شد دهه اول محرم کربلا هستیم و بعد توفیقی نداریم عزاداری بکنیم و خیلی خوشحالم از اینکه این توفیق نصیب من شد که تونستم تو این ماه مبارک، تو این ماه عزیز، دهه اول کربلا باشم. آقا اصلا عشقه، اصلا لذت بخش ترین چیزی که مثلا غیر قابل توصیفه. یعنی سفریه که آدم با حالت معنوی میاد، با حالت معنوی میره. انشالله که بتونیم دست پر از اینجا بریم و توصیه هم اینه که حتما تشریف بیارن، تجربه بسیار خوب و عالی است.